با سلام و درود به هموطنان عزیزم که در همین لحظه با ما در برنامه مجله اجتماعی اقتصادی همراه هستیم. با امید به اینکه با ارائه هر شماره از مجله یک گام در شناخت هرچه بیشتر تبهکاری های دیکتاتوری ولایت فقیه کمک کرده باشیم، برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. در برنامه امروز نخست مهمترین اخبار اجتماعی اقتصادی رو از نظرتون می‌گذره. در ادامه صفحات مجله رو اختصاص دادیم به سه گزارش با عناوین غارت مجتمع گوشت اردبیل به اسم خصوصی سازی و کارگران زیر خط مرگ و بالاخره گسترش سرکوب اخشار زحمتکش. با ما در این برنامه همراه باشید. رژیم آخوندی ایران را در نابودی خاک به مقام نخست رساند. یک کارشناس حوزه آبخیزداری رژیم: میزان فرسایش خاک در کشور 2 میلیارد تن بوده و ایران مقام نخست بیشترین فرسایش خاک را در جهان دارد. زلزله خاموش در کمین پایتخت نشینان. رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب رژیم: اگر جلوی روند کاهش تراز آب زیرزمینی گرفته نشود، فرونشست تشدید شده و به زیر ساخت‌های مهمی از جمله فرودگاه موسوم به امام، راه‌های شوسه و ریلی و سازه‌های مهم آسیب می‌رساند. اگر برداشت آب مدیریت نشود، وقتی ما متوجه فرونشست می‌شویم که کار از کار گذشته و با سانحه‌ای هولناکی روبرو شده‌ایم و کاری از دستمان بر نمی‌آید. رژیم ولایت فقیه در صدر رشوه‌خواری جهان. تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی مراکز آماری جهانی نشان می‌دهد ایران همچنان در شمار کشورهایی قرار دارد که از ریسک مالی و اقتصادی زیادی برخوردارند. رتبه 156 جهانی در سال 2018 بر اساس گزارش ماتریکس ریسک، ایران در صدر کشورهای دارای ریسک بالا در رشوه‌خواری قرار دارد. نرخ تورم دی ماه به 40% رسید. مرکز آمار رژیم: نرخ تورم سال منتهی به دی ماه 97 به 20.6% رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 39.6% رسید. کارگران حدود 200 بنگاه صنعتی 1/3 حداقل دستمزد حقوق را می‌گیرند. خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی اعتراف کرد حداقل 10 میلیون نفر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که بیش از 90% آنها متعلق به 2 دهک درآمدی پایین هستند، از 200,000 تومان بسته حمایتی محروم می‌مانند. از 790,000 نفری که سال گذشته شاغل شدند، فقط 8% از آنها بیمه هستند. و کارگران 198 بنگاه صنعتی کمتر از 500,000 تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند. این کارگران که حدود 1/3 حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند، از حمایت‌های جانبی دولتی هم محرومند. دزدی و غارت 80 میلیارد تومانی از جیب گندمکاران. مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع: دولت ضمن تعیین نرخ جدید تضمینی کمتر در سال جاری، 80 میلیارد تومان جریمه دیرکرد گندمکاران را پرداخت نکرد. حذف اقلام ضروری غذایی مانند گوشت و لبنیات از سفره زحمتکشان جامعه. کارشناس اقتصادی رژیم: گزارش‌های رسمی حکایت دارد که ما در سال 1383 از 122 کیلو مصرف گوشت قرمز به 60 کیلو مصرف و در سال 1391 به 41 کیلو رسیدیم. این یعنی یک سقوط در یکی از حیاتی ترین عرصه‌های نیاز اساسی مردم. البته همین روند در مورد گوشت سفید و کره نیز عیناً تکرار شده و بعضاً هم خیلی تکان دهنده است. غارتی به نام وام‌های نجومی برگشت ناپذیر به وابستگان حکومتی. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع: در حال حاضر یک سری بدهکار عمده در کشور داریم که اکثراً بالای 1,000 میلیارد بدهی به شبکه بانکی دارند. مطالبات معوق بانک‌ها در حال حاضر به بالای 150,000 میلیارد رسیده است. بعضاً این وام‌ها از سوی کسانی دریافت شده و آن را در خارج از کشور هزینه و سرمایه‌گذاری کرده و یا در امور غیر از موارد مطرح مصرف کردند. برخی بانک‌ها نیز تمایلی نسبت به دریافت اصل پول ندارند. لیسانسیه‌ها رکورددار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه. طبق آخرین گزارش‌های رسمی، آمار تحصیل کرده‌های بیکار با رشد 135 هزار نفری به بیش از 1.2 میلیون نفر رسیده که اغلب آنها دارای مدرک لیسانس هستند. و مهمترین دلیل رشد بیکاری فارغ التحصیلان تغییر رویکرد بازار کار به سمت مشاغل خدماتی است.
برخی دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور دست به خصوصی سازی می‌زنند. در تئوری خصوصی سازی وسیله‌ای برای کاهش مداخله دولت در مدیریت کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی برای راندمان بیشتر اونهاست. اما در حاکمیت آخوندهای غارتگر خصوصی سازی جز ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها چیزی برمغان نداشته. کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه شوش و شرکت مجتمع گوشت اردبیل و ده ها کارخانه و شرکت دیگه به همین سرنوشت دچار شدند. و از طرفی هم هر روز شاهد اعتصاب و اعتراض کارگران این کارخانه ها بودیم که دنبال حق و حقوقشون بودن. به یک نمونه از عملکرد باند مافیای دزدی و چپاول در مجتمع گوشت اردبیل توجه کنید. یکی دیگر از کارخانه‌های بزرگ کشور به اسم مجتمع گوشت اردبیل توسط مدیر سازمان دولتی خصوصی سازی به خودش به کمتر از 4% قیمت فروخته شد. این مدیر حکومت آخوندی البته با قسم و آیه گفت در آن زمان مدیر این سازمان دولتی نبوده، اما در جنگ و دعوای باندهای مافیایی حکومتی گوشه ای از واقعیت بیرون زد. نه خصولتی توشه، نه رانت توشه، نه کسی پشت ما بوده. دیگه مجتمع مال دولت بوده و سازمان خصوصی به خودش فروخته. اقلانا آیون اومدن جلوی سازمان خصوصی، مدیر نالایق استعفا. عزیزم والله من استعفا دادم. پوری حسینی میگه مجتمع گوشت اردبیل ذره‌ای بدهی نداره و دادستان اردبیل موضوع رو بررسی کرده و گفته نوش جونت. سایت حکومتی اقتصاد آنلاین 21 دی 97 به نقل از یک نماینده مجلس ارتجا نوشت خریدار مجتمع گوشت اردبیل فردی بوده که در سال 84 رئیس سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده. این فرد 3 ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و 1 ماه بعد از کنار گذاشته شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند. جالب اینجاست که فروش مجتمع گوشت اردبیل به شرکتی انجام می‌شود که سال بعد از واگذاری تازه متولد می‌شود. این یعنی سال بعد از واگذاری این مجتمع شرکت خریدار مجتمع گوشت اردبیل ثبت شده. واگذاری های اینچنینی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته. ببینید این عبارت آیدادستان هست، خریداران تا کنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر جلسه رسیدگی ارزشی بیش از 100 میلیارد تومان پیدا کرده. ایشون در حال حاضر به عنوان یکی از بدهکاران عمده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل تلقی میشن و افرادی هم که اعلام که اومدند و اعلام کردن به ما گفتن حقتونه و نوش جانتونه و این مسائل، اینا بحثای کذبی هست. اما در دعواهای باندی خبرگزاری حکومتی ایلنا 28 دی 97 به نقل از علمی نماینده پیشین مجلس ارتجا نوشت این در شرایطی است که سود خریدار ظرف 13 سال بابت کمتر از 4 میلیاردی که به گفته دادستان آن را هم پرداخت نکرده 25 برابر شده و بیش از 75 میلیارد تومان نصیب خریداران شده است. این واگذاری در حکم مش نمونه خروار است و میتوان گفت که وضعیت اغلب واگذاری ها به همین صورت است. خب بعد در مورد قیمت چی؟ دیگه قیمتش خود آقای عتباطی فرمودن که اون موقع سکه بوده 100 هزار تومان، الان شده 5 میلیون تومان. اون موقع 4 میلیارد تومان 25 برابر شده دیگه به زعم آقای عتباطی، در حالی که خودشون گفتن سکه 50 برابر شده. پس رشد سرمایه‌گذاران در اینجا کمتر. در حالی رژیم آخوندی این چنین کارخانه ها را به قیمت مفت و ارزان به نزدیکان خودش حاتم بخشی میکند که بسیاری از تولیدگران در حسرت چند ده میلیون تومان وام برای راه اندازی و احیای شرکت‌هایشان ماه‌ها دوندگی می‌کنند. به همین دلیل بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه فضای کسب و کار ایران در سال 2018 نسبت به سال گذشته 4 پله افت کرده است و در مجموع از 120 به 124 رسیده است که بخشی از آن به این دلیل است که کشورهای دیگر به سرعت در حال بهبود بخشیدن وضعیت کسب و کارهای خود هستند. Thank you.
در شماره پیشین مجله گزارشی از زندگی اسفناک کارگران فصلی رو پخش کردیم و مشاهده کردیم که این کارگران محروم برای گذران زندگیشون با چه مشقت و درد و رنجی تحت حاکمیت آخوندهای چپاولگر دست پنجه نرم میکنن. اما زمان مجالمون نداد که بتونیم به همه ابعاد و گستردگی این بحران اجتماعی بپردازیم. بنابراین بار دیگه گزارشی در این زمینه تهیه کردیم که توجهتون رو به اون جلب میکنم. همه روزه هزاران نفر از کارگران فصلی با تجمع در میادین شهرها با امید یافتن کارهایی همچون فعالیت‌های ساختمانی یا کار در مزارع و باغات مثل چیدن سیب و انگور یا دیگر محصولات کشاورزی در پی کسب درآمد هستند. این افراد پس از ساعت‌ها انتظار بدون کسب درآمدی مجبور به ترک میادین یاد شده می‌شوند. یکی از کارگران فصلی سنندج میگوید مشکلات ما اینجا اینه که یارو مستاجر ما 300 تومان 400 تومان کرایه خونه میده، زن و بچه داره 300 تا بچه داره، اینجا بیکاریه، یه هفته یه روز نمیریم سر کار، همه چی گرونه، مخ شده کیلو 11000 تومان، میری یه کیلو چای میخری 70 تومان 80 تومان، هیچ کس پیگیر این مشکلات ما نمیشه. خدا وکیل ما اینجا داریم از فقر، یعنی یه هفته یه روز نمیریم سر کار، یه ماشین میاد صد نفر میریزه سر ماشین به خاطر بیکاری، یعنی مجبور کارگر 60 تومنه چی تومنم بره سر کار بیکاری، زن و بچه داره مجبوره چیکار کنه، اینجا بیکاریه، هیچ کس پیگیر ما نیست. وضعیت در سیستان و بلوچستان بسا بدتر است. به دلیل خشکسالی عده زیادی به زاهدان کوچ کردند. کارگرانی که ساعتها بیکار سر فلکه ها نشسته و با دست خالی به خانه برمیگردند. کارگران فصلی در زاهدان در زمینه مشکلات خود میگویند کارگر فصلی ما که از صبح میام اینجا نشستیم، این بچه همه نشستن از صبح تا الان یکی نرفته سر کار، بعد میرم خونه، بعد نباید داتوان بیستوان کار کنیم به خرج زن بچه کنیم، از صبح میام اینجا تا شب میشینیم بعد میرم بیکار، یکی هم به فکر ما نیست، ما اومدیم اینجا یکی نمیم، یه ماشین هم اینجا میاد وای میسته ده نفر میندازن خودشون توش، ما میایم اینجا نه کار نه چی، ما خونه ما جلوتر بغل مرز زابل بود، از اونجا ما همه اومدیم که اینجا کار انجام، کار چیزی نیست. این وضعیت فقر را آنچنان در میان کارگران گسترده کرده که یک عضو شورای عالی کار رژیم اعتراف کرد 83% کارگران زیر خط مرگ زندگی میکنن. کارگرانی که زیر خط مرگ زندگی میکنن دیگر توانایی تحمل این شرایط را ندارند. بیکاری و فقر بخشی از مشکلات کارگران فصلی است، اما بخش دیگری از مشکلات آنها روحی و روانی است. راه ها مسیجره چیلیفتار ده، هیچ را تفهم لبر فدر را دارمشت. بیدنه بربری نه، آخشامده ایلا چیتونی شویوی ده. پولموز یک بک گاز پولو توچه، پولموز یک سو پولو توچه، سو پولو بک پولو توچه. هیچ را تفهم نه، بیدنه بربری نه، علی ولی یلنان نسون. Akşamız da kesin işi. Bir tane berberi. Ferz öyle, ben 40 gün nöbet alabilmirim. Bacan ben insan değilim. Bacan bana da çörek lazım değil mi? Bu karıcılar şey yığışıp bırak. Hamlığa müşkülün içindeyiz. Allah'ın Kur'an'ından dostum. Geliriz yığışırık bırak. Bir maşın saklayır orada. Hamımız kasırık onun dalıyla. 70 tümen olsa değil 35 tümen vereceğim ha size. علت را باید در یک شکاف عظیم طبقاتی و یک غارت بی سابقه توسط مافیای حاکمیت آخوندی جستجو کرد. به اعتراف یک عضو مجلس ارتجاع به نام هدایت الله خادمی، در 40 سال گذشته حدود 200 خانواده سرنوشت این کشور را به گروگان گرفتند و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه می روند. سرکوب و غارت دو روی سکه رژیم ولایت فقیه که هر روز اونو به عناوین مختلف گسترش میده. چون بدون سرکوب و اختناق و بدون تعرض به جان و مال و ناموس مردم، یک روز هم نمیتونه به حاکمیت ننگین خودش ادامه بده. امروز از سرکوبگری کارگزاران حکومتی و نیروی انتظامی گزارش تهیه شده که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
ماموران سرکوب رژیم و نیروی انتظامی به طور مستمر اقشار محروم و زحمتکش را مورد تعرض و سرکوب قرار می‌دهند و هر روز شاهد یورش جنایتکاران انتظامی یا شهرداری در هر گوشه‌ای از کشور هستیم. جدیدترین خبر مربوط به یک شهروند بروجردی است که به شهربانی مراجعه کرده تا سوالی بپرسد، اما با او اینطوری برخورد کردند. چرا عمومو گرفتین؟ کلانتری 13 شهرستان بروجرد با من این برخورد کردن. فقط رفتم یه سوال بپرسم، بیا چرا عمومو گرفتین؟ عموی من چه گناهی کرده؟ این بلایی که سر من آوردن. اینم لبمه، دماغم هم شکسته، اینم ابرومه، سینم هم که خیلی درد میکنه الان، مچ دستم هم شکسته ظاهرم. و به خاطر یک سوال که من رفتم از کلانتری 13 شهرستان بروجرد بپرسم که آقا چرا منو اینجوری، عموی من چیکار کرده که آوردیدش اینجا، از رئیس کلانتری بگیر آقای سلیمی، آقای جوانمرد یه صدبان یکی بوده، آقای کریمی یه صدبان دوی بود و آقای گیوکی خودش به قول خودش میگه من اطلاعاتی هم، معذرت میخوام و یه فوش بدی هم داتانو نمیگم. بعد این بلایی که سر من رو بردن الان هم که قراره میگه میخوام بفرستیم زندان، حالا نمیدونم دارم واقعا تهدید میکنن یا واقعا میخوان زندانی بکنن. آنچه که پیداست در تمامی ارگانهای رژیم وضع بدین منوال است و با شقاوت تمام با هر موضوعی برخورد میکنن. از این فاکت ها و نمونه ها آنقدر زیاد است که فی‌الواقع نمیتوان آنها را به تصویر کشید. در شیراز و اصفهان و تبریز و ارومیه و این هم مأمور شهرداری کرمان که کودکان کار گلفروش را مجبور به خوردن گلهایشان میکنند. تا کل ساقل کد داره. زودش. بخورش بی اردوگاه مر. تا زود بود کساب زودش. هرچه دیکتاتور به پایان عمرش نزدیکتر می شود، وحشیگری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه را بیشتر می کند. امریکه بی تردید قدرت انفجاری جامعه را بیشتر کرده و بیگمان رژیم آخوندی را در کام خود فرو خواهد برد. برنامه امروز مجلمون در همینجا به پایان میرسه، اما اونچه که پایانی نداره ایستادگی و مقاومت و فریاد و اعتراضه. یعنی همون چیزی که این روزها مردم از هر امکانی و هر فرصتی برای احقاق حقوق به یغما رفتشون استفاده میکنن. به امید پیروزی و آرزوی روزی خوش همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سربلند و پایدار باشید.